روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 1402 جمعی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محکومیت مسموم سازی دختران مدارس در ایران رو تقدیم کنگره آمریکا کردند. علاوه بر این نماینده کنگره شیلا جکسون لی از تشکیل گروه جدید زنان ایرانی در کنگره با حمایت نمایندگان کنگره از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان خبر دادند. همراه هستیم با دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه جورج میسون آمریکا. با سلام خدمت شما خانم سپهراد. می‌خواستیم برامون از محتوا و مفاد قطعنامه محکومیت مسموم سازی دختران مدارس تو ایران بگید که چیه و هدف از ارائه این قطعنامه به کنگره آمریکا چی هستش؟ بفرمایید. خواهش. بله، با سلام به شما و درود بر تلویزیون ایران آزادی. ممنون از دعوتتون به این برنامه. بله، همونجور که شما گفتین روز پنجشنبه کنگره آمریکا اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ کنگره یک گروه پارلمانی تأسیس شده که این گروه پارلمانی به عنوان گروه پارلمانی زنان ایرانی هست و تمام تمرکزش هم روی وضعیت زنان در ایران هست و خود خانم شیلا جکسون لی از حزب دموکرات، خانم نانسی میس از حزب جمهوری خواه از کسانی هستن که پایه‌گذاری این گروه پارلمانی رو کردن و تمرکز و بحثاشون بیشتر در مورد وضعیت زنان در ایران هست که اولین سوژه این گروه پارلمانی همون خبر مسمومیت دانش آموزان دختران دانش آموز در ایران هست که ما الان شاهدش هستیم در این پنج ماه گذشته. در این قطعنامه اگه شما نگاه کنین، من اتفاقا امروز داشتم مرور میکردم دوباره مفاد این قطعنامه رو. اول که شماره این قطعنامه شماره 310 هست، الان از طرف 22 نفر از نمایندگان کنگره این قطعنامه رو از هر دو حزب حمایت کردن که این قطعنامه معرفی شده و خود این قطعنامه عملا پایه‌گذاری بودش در قطعنامه‌های قبلی کنگره آمریکا. اگه شما نگاه کنین در ماه مارس بود که قطعنامه 100 توسط بیشتر از 230 نماینده از هر دو حزب که اکثریت قاطع کنگره آمریکا بودن امضا کردند که عملا یک دستگاه سیاسی در حمایت از یک ایران دموکراتیک جمهوری و سکولار به دولت بایدن معرفی کرد و خب قطعنامه‌های دیگه هم بوده از شورای کنگره جدید، اما این قطعنامه به طور خاص در مورد زنان ایران، نقش زنان ایران و نقش مهم رهبری زنان ایران در این قیام‌ها و اعتراضات و این انقلابی که در ایران به در پیش هست و بهش اشاره میکنه. حتی در قسمتی از این قطعنامه در توصیف زنان ایران و دخترانی که الان واقعا تحت حملات گازهای مسمومی رژیم هستن، اونها رو به عنوان دختران انقلاب توصیف میکنه که خود این نشون میده که کنگره آمریکا چقدر در مورد زنان و نقش مهم دانش آموزان و دختران ایران در این قیام که ما از ماه سپتامبر تا الان شاهدش بودیم خیلی خیلی مهمی داشتن. من دو سه تا از نکات مهم از این قطعنامه رو بگم. مثلا خود این قطعنامه در مورد این 14 گذشته به خصوص با محکوم کردن حملات گازی به دانش آموزان دختر ایران میگه که در این 14 گذشته رژیم ایران به دروغ اسید پاشی به زنان، قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان، روشنفکران، قتل کشیش‌های مسیحی را به عناصر خارجی و مخالفت دموکراتیک رژیم ایران نسبت داده و نشون میده که خب این گروه پارلمانی نه تنها در مورد زنان ایران تمرکز خواهد کرد، بلکه در کلیت بحث ایران، در کلیت سیاست در قبال ایران تمرکز خواهد کرد و تمام پرونده جنایت‌های رژیم رو در این قطعنامه بهش اشاره کرد، من جمله کشتار تابستان 67 که با فتوای خمینی باعث کشته شدن 30,000 از زندانیای سیاسی که 90% از اون زندانیا از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین بودن. بنابراین این قطعنامه کاملا درسته که در حمایت از زنان ایران، درسته که در محکومیت این حملات گازی و علیه دانش آموزان دختران ایران هستش، اما در کلیت این
تشکیل این گروه پارلمانی و این محکومیتی که در این زمینه بر علیه رژیم قدام اعلام کرد در کلیت داره بحث ایران رو دوباره باز میکنه، دوباره در کنگره آمریکا زنده میکنه. قسمت دیگه از این قدامه هم با اشاره به شعارهای زنان در تظاهرات که میگفتن چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب، این قدامه بهش اشاره میکنه و در نهایت خواستار این هستش که رژیم ایران رو به اصطلاح وادار به حسابرسی کنه، وادار به شفاف سازی کنه که چرا این حملات بر علیه دانش آموزان ایران، دانش آموزان دختر ایران صورت میگیره. از سازمان ملل درخواست کرد که یک گروه برای حقیقت یابی به ایران اعزام کنن و این گروه مستقل باشه، چون که هیچ اعتمادی به این رژیم نمیشه کرد. بنابراین این قدم بسیار بسیار مثبتی بود که این گروه با نه تنها با اعلام موجودیت خودشون این گروه بهش پرداختن، بلکه به اصرار و تاکید کردن که تمرکز و حمایت خودشون رو در قبال خواستای زنان ایران برای یک ایران دموکراتیک جمهوری و سکولار ادامه خواهند داد و برنامه‌های آینده هم خواهند داشت. بله بسیار عالی. دکتر سپهراد، همونطور که خودتون اشاره کردین و میدونیم خانم شیلا جکسوندی تشکیل یک گروه جدید زنان ایرانی در کنگره رو اعلام کردن. چه عاملی باعث تشکیل این گروه تو این کنگره شده؟ کمی از جزئیات این موضوع هم برامون بگید. بله، همانطور که گفتم من فکر میکنم کنگره آمریکا الان خیلی روی تاثیر نقش زنان در این انقلاب که از سپتامبر تا الان ما شاهدش بودیم خیلی تاکید میکنه و بیشتر در تقویت صدای زنان ایران، بیشتر در حمایت از زنان ایران، حمایت از نقش رهبری زنان ایران در این دوران قیام، در این دوران تظاهرات سراسری در کشور این گروه رو تشکیل دادن و این گروه رو اعلام کردن. خود خانم شیلا جکسون‌لی در چندین نوبت توضیح دادن که خواهران من در ایران صدای ما رو بشنوید، ما پشت شما داریم، بدونید که ما همراه با شما هستیم، بدونید که شما فراموش نشدید، بدونید که ما از شما حمایت میکنیم. و فکر میکنم یکی از ویژگی‌های این گروه این هستش که این گروه از هر دو حزب آمریکا در این گروه به طور فعال شرکت کردن و به طور فعال اعلام حمایت کردن. بنابراین خود همین گروه پارلمانی کنگره آمریکا که بر موضوع زنان متمرکز خواهد بود، یک اهرم فشار بر دولت بایدن خواهد بود که یک سیاست قاطع و یک سیاست در راستا از حمایت از مردم ایران به خصوص از انقلاب زنان در ایران اتخاذ کنه که من واقعا فکر میکنم در این چند ماه آینده شاهد اون خواهیم بود که این نمایندگان کنگره چه زن چه مرد، چه دموکرات چه جمهوری خواه در این زمینه فعالیت خواهند کرد و بیشتر اعلام حمایت از مردم ایران خواهند داشت. بله واقعا با درود به این حامیان مقاومت مردم ایران و به طور خاص زنان و دختران دلیر ایرانی. دکتر سپهراد، این روزهای گذشته ما شاهد تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم هم بودیم. همزمانی این تحریم‌ها با ارائه این قطعنامه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ بله ببینید، آمریکا بالاخره لحاظ دولتی، خود دولت بایدن سیستم به اصطلاح مانیتور کردن کارهای رژیم رو در زمینه حقوق بشر، در زمینه های بسیار از جمله اتمی، از جمله کارهای مخربی که در منطقه داشته، در این زمینه ها از استفاده از اهرم تحریمات پیش میبره. اما من فکر میکنم زمان بندی این اعلام این گروه پارلمانی ایران در کنگره آمریکا، زنان ایران در کنگره آمریکا و زمان بندی اعلام کردن محکومیت رژیم در حملات گازی بر علیه دانش آموزان دختر ایران، خود این باعث میشه که به اصطلاح دولت آمریکا یه مقدار کارهای محکومیت این رژیم رو و این تحریماتی رو که اتخاذ میکنه یک کمی تیزتر نسبت به کسانی که باعث این جنایات بر علیه دختران ایران میشن و تیزتر بکنه و خود اینم فشار کنگره آمریکا خیلی خیلی مؤثر خواهد بود در زمینه. من فکر میکنم تحریماتی بیشتری در پیش خواهد بود. اما مهمتر از اون
نه تنها در دستگاه سمبولیک تحریم کردن به علیه رژیم دولت آمریکا باید بیشتر و بیشتر فعال بشه، بلکه باید این تحریم‌ها رو بالقوه و به اجرا بذاره و نشون بده به دولت ایران که آمریکا حاضر نخواهد شد که اجازه بده به رژیم در همه زمینه‌ها، همونطور که گفتم اتمی، منطقی و حتی جنایات و نقض حقوق بشر در ایران با دست باز کار کنه و دولت آمریکا با اتخاذ این تحریمات میتونه فشار موثری رو رژیم ایران بگذاره. بله. حالا همزمان با این تحریمات که شما اشاره کردید و همچنین این قطعنامه‌ها، ما شاهد گسست و فروپاشی برخی از این ائتلاف‌ها که به طور خاص تو این جریان قیام هم شکل گرفت هم هستیم. می‌خواستیم ارزیابی شما رو از ظهور و فروپاشی ائتلافات و چشم‌انداز قیام بپرسیم که چطور هست. ولی ببینیم، من فکر میکنم اون چیزی که چشمنداز قیام رو تعریف میکنه در کف خیابانهای ایران تعریف میشود و تعیین خواهد شد، نه در این ترفندهای وزارت اطلاعاتی که در خارج کشور با این واقعا خیمه شب بازی، و من چندین مقاله خوندم که اینو به عنوان یک سیرک بازی که فکر میکنم رژیم ایران از خودش بود که یک گروهی بیان به اسم ائتلاف، به اسم منشور این منشور اون دوره هم جمع شن، و میدونست هیچ کس غیر از رژیم بهتر از اونا نمیدونست که این جایی نخواهد رفت و این از هم میپاشه، چون که من فکر میکنم تو این روزهای آخرم شاهدش بودیم که خود آقای اسماعیلیون از این ائتلاف بیرون اومدن و بیشتر هم خواهد شد، چون که تا اونجایی که به بحث جدیت در مبارزه با این رژیم، جدیت در صحنه عمل، در نیاز به تشکیلات، در نیاز به خط مش مشخص، شناخت مشخص از این رژیم ددمنش، رژیمی که با استفاده از سلاح مذهب زنان و مردان و دختران و پسران ایران رو به دار میبره و واقعا جنایت هایی که کرده که تا حالا تو تاریخ معاصر ما شاهدش نبودیم در هیچ جای دنیا، وقتی که این شناخت وجود نداشته باشه، وقتی که جدیت تو صحنه نباشه، وقتی که تشکیلات مشخص و خط مش و استراتژی مشخص برای سرنگونی این رژیم مشخص نباشه، تمام این شعارها واقعا مثل کف روی آب کنار زده میشه که همینم هم ما شاهدش بودیم. بنابراین من فکر میکنم، امیدوارم که این باز یک درسی باشه برای کسایی که فکر میکنن میتونن با همون شعار و بحثای تو خالی کار پیش ببرن. امیدوارم که یک درسی باشه که بتونن جدیت مشخص تو صحنه به کار بگیرن و یک همبستگی واقعی، که من فکر میکنم اولین کسی که این بحث همبستگی رو روی میز گذاشت خود آقای رجوی بود در سال 2002 که گفتن خط قرمزایی که نه شاه من نه شیخ، و یک دولت مبتنی بر یک دولت جمهوری و سکولار که جدای دین از دولت بود، اون یک آزمایشی بود که در 21 سال پیش این آزمایش رو میز گذاشته شد و الان واقعا این گوی و این میدان، کسایی که واقعا میتونن بیان توی صحنه الان باید بیان و در این چتر همبستگی کنار هم بایستیم که بتونیم با کمک هم دیگه این رژیم رو واقعا سرنگون کنیم. بنابراین من هیچ شکی نداشتم که این ائتلافات پوشال، ائتلافات خیمه شب بازی هیچ جایی نخواهد رفت، که شاهد اونم بودیم در این چند هفته و چند روز گذشته. بله، همونطور که گفتین کف خیابون تعیین میکنه سرنوشت مردم ایران رو. با تشکر از شما دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه جرج میسون آمریکا، که در این گفتگو همراه ما بودید. ممنون از شما، روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.